برگذر کتاب. ورقی فرض کن، یک روی در تو، یک روی در یار، یا در هر که هست. آن روی که سوی تو بود خواندی، آن روی که سوی یار است هم بباید خواندن. زندگی چقدر زیباست. دیدم، خودم دیدم، پروانه قشنگی هی در گلوی من میرقصید. من داشتم برای یک ستاره ترانه میخواندم. دیدم، خودم دیدم، یک قناری قشنگ از آن همه آواز تنها حنجره تو را نشانم میداد. زندگی چقدر زیباست ریرا. دیروز نامه عزیزی از شیراز آمد. نامش زبان شقایق بود. انگاری هر واژه، باور کن، هر واژه به واژه دیگر عاشق بود. عجیب است، من شبکور جهان را چه قشنگ می‌بینم. سید علی صالحی. معلومه کیا بالای دیوار می‌شینند، با آنها که بالای دیوار نشستند. نان از سفره و کلمه از کتاب، چراغ از خانه و شکوفه از انار، آب از پیاله و پروانه از پسین، ترانه از کودک و تبسم از لبان من گرفته اید. با رویاها من چه می کنید؟ ما رویا می بینیم و شما دروغ می گویید. دروغ می گویید که این کوچه بن‌بست و این کبوتر پربسته بی آسمان و صبوری ستاره بی سرانجام است. ما گهواره به دوش از خوف خندق و از رود زمهریر خواهیم گذشت. ما میدانیم آن سوی سایه سار این همه دیوار هنوز علائمی عریان از عطر علاقه و آواز نور و کرانه ارغوان باقی است. سرانجام روزی از همین روزها برمیگردیم. پرده‌های پوسیده پرسال را کنار میزنیم. پنجره تا پنجره مردمان را خبر میدهیم که آن سوی سایه سار این همه دیوار باقی بزرگ از بلوغ بلبل و فهم آفتاب و نم نم روشن باران باقی است. ستاره از آسمان و باران از ابر، دید از دریا و زمزمه از خیال، کبوتر از کوچه و ماه از مغازله، رود از رفتن و آب از آواز آینه گرفته ایم. با رویاها من چه می کنیم؟ ما رویا می بینیم و شما دروغ می گویید. دروغ می گویید که فانوس این خانه شکسته، کبریت حادثه خاموش، مردمان در خواب گریه هم. ما میدانیم آن سوی سایه سار این همه دیوار روزنی روشن از رویای شب‌تاب و ستاره رویده است. سرانجام روزی از همین روزها دیدبانان بوسه و رازداران دریا باز می آیند خبر از کشف کرانه ارغوان و آواز نور و عطر علاقه می آورند. حالا فرض که سایه از درخت و ریرا از من، خواب از مسافر و ریرا از من، بوسه از باران و ریرا از من، ریشه از خاک و قنچه از چراغ نرگس گرفته ای. با رویاها من چه می کنی؟ برنامه درگذر کتاب دیگر در کنار مهیارین و بحث چی بود؟ نهرین. خوش اومدید.
خیلی زود چایشو خورد، قهوهشو خورد. قهوه من این بخار اینجا میپیچه توی چیز خیلی شاعرانه. شاعرانه نیست، قشنگه دیگه. شاعرانه و قشنگ. خب طبق معمول همیشه اول بعد معرفی کنیم که میخوایم در مورد چه عزیزی صحبت کنیم. دوست داریم احیا شما اصلا کلا شروع کن. معرفی رم خودت شروع کن. خواهش میکنم. اول که خیلی تشکر میکنم. فکر کردیم که این بار اگر که راجع به سید علی صالحی صحبت کنیم و اینکه به هر حال ما ادبیات و خصوصا حالا حوزه شعر یک تکلف و یک وظیفه‌ای داره که این وظیفه در حیطه‌های مشخص از زمان و مکان تعریف میشه، چون که داره یک سری الگوی روانشناختی و زیبایی شناسی از اقلیم فیزیکی و اقلیم روانی هر منطقه ارائه میده. بعد به خاطر همین خب خیلی مهمه که ما شعرای هر منطقه رو، شعرای هر رویکردی رو، شعرای هر اندیشه رو با توجه به اقتضای اونچه که فکر میکردن و بهش معتقد بودن شناسایی کنیم و این باعث میشه که به هر حال یک لایه برداری اجتماعی و زمانی بکنیم، ببینیم که به هر حال در اون محدوده‌ای که داریم راجعش صحبت میکنیم چه جور جنبش فکری اتفاق افتاد و در نهایت به کجا رسید. راجع به سید علی صالحی اگه بخوایم صحبت کنیم، یه چند تا نکته خیلی مهم وجود داره و اون که سید علی صالحی، حالا اگه بگم تلاش کرد یا اگه بگم که مثلا جزء بنیانگذاران بود، جزء پیشتازان بود، حالا اینا یه سری اسامی و عناوینی هستن که امیدواریم که کمک کنن ما به اون هدفی که میخوایم در کلام ارائه بدیم نزدیک بشیم. این تلاششون این بود که از خود جوهره زبان استفاده کنن و بگن خود زبان به اندازه کافی زیبایی شناسی داره و به اندازه کافی یک توان و اقتداری داره که بتونه خودش رو بیان کنه. الزاماً احتیاجی شاید نباشه که خیلی در ابهامات و ایهامات شاعرانه بخوان اینو بپیچن. از خود موضوع زبان به عنوان یه بستر بیشتر استفاده میکردن. به نظر من، حالا اگر که نخوام نظر شخصی البته بگم، کشف این استعدادا خودش نکته خیلی مهمیه، به دلیل اینکه در وهله اول به غنای زبان اشاره میکنه و دوم اینکه اون اعتبار لازمی رو که حوزه ادبیات در فرهنگ عامه داره نشون میده. حالا امیدوارم که خیلی موضوع رو سختش نکرده باشم. من حالا بذار از یه ور دیگه به سمت تو بیام، چون که من الان یه ور دیگه هم بیام ولی میام به سمت تو میرسم. ببین، ما الان داریم در مورد سید علی صالحی حرف میزنیم، شاعر عزیزی که در قید حیات هست، در کنارمون هست و این بخت رو داریم که همین حالا آثارش رو بخونیم. لازمه من فکر میکنم اول باید به این نکته اشاره کنیم که شاید اینا حالا یه ذره حرفای یک کمی چیز تره، منون که خیلی چیز تر بود، سنگین تر بود منظورم. در دهه 70 هجری شمسی شعر ما دست کم به زعم دستندرکاران شعر دچار یک بحرانی شد. یعنی خودشون میگن بحران شعر و حاصل این، یعنی پیش از دهه 70 و ما یک شعری داشتیم به نام، خودشون میگن شعر دهه 70، که انواع و اقسام گوناگونی داشت. من حالا نمیخوام برم تو تجزیه و تحلیلش که اصلا چه اتفاقی افتاد که اینجوری شد، شاید مثلا به شکل خلاصه بتونیم بگیم که پیش از اون، یعنی در دهه 40، دهه 50 و دهه 60 شعر بسیار مقبول عام بود و خواننده داشت، همونطور که تو برنامه شاملو گفتیم مثلا برای کتابای شاملو صف می‌کشیدن اینا. و بعد از اون خصوصا تو دهه 70 و اینها اقبال عمومی نسبت به شعر، تقاضا نسبت به شعر پایین اومد. یعنی خودشون اینطوری میگفتند که شعر دیگر خواننده ندارد یا کم خواننده دارد. من شاید اغلب این شکلی فکر کردم که همه اونایی که خواننده شعر بودن بعد یهو همشون شاعر شدن، یعنی از اون طرف تعداد زیادی ما شاعر داشتیم. این البته حرف دهه 70، الان که دیگه اینطوریه که دیگه همه شاعرن، همه شاعرن. حالا اینا شوخیه، اینا مزاحشه، ولی واقعیتش اینه که در همون دهه 70، یعنی حوالی سالهای 75 و 76، از شاعرای اومدن که سعی کردن روبروی این چیز وایسن و شعر دهه 70 شکل گرفت و سعی کردن شعر رو دوباره برگردونن
واقعیتش اینه که موفق ترینشون این دست کم همینطوری که ما وایسیم از دور به علت اینکه شعر رو دوباره برگردونن به مردم سید علی صالحی بود، در این هیچ شکی نیست. یعنی پرخواننده پرخوانده شده ترین چیز، البته از بسیار ابزارهای مولتی مدیا هم کمک کرد به این مسئله، از جمله دکلمه شدن آثارش توسط انتشارات دارینوش، آلبوم نامه ها که در اومد خیلی موثر بود و خود شعر این قابلیت رو داشت. توی بحث تخصصیش اگه بخوایم بریم اون وقت باید بگیم که مثلا این شعر صالحی چه ویژگی های، ما کاری به اون قسمت های مولتی مدیاش اینا نداریم، این حرف اینه که در واقع شعر صالحی چه ویژگی هایی داشت. خب میخواییم یک کاری کنیم بریم و برگردیم در مورد ویژگی یک کلمه شو بگیم بریم برگردیم که اون حرفیه که اون میزنه، یعنی مهیار من گفتم بهت میرسم اینه که میگه در واقع توجه کردن به زبان عامه. حالا بریم برگردیم. حالا بریم برگردیم. خب برگشتیم. خب من اینطوری گفته بودم که من از یه جای دیگه میام و برمیگردم سمت تو آخر اون حرفه. آتو قرار بود حرف بزنی؟ نه یه دفعه ای شد. خب برگشتیم. آقا من داشت من به زور خودم رو گذاشتم اونجا گفتم ببین اینو میخواستم بگم. حالا بریم باشه برو. در واقع به این شکل به سوی مهیار برگشته بودم که در واقع سید علی صالحی یکی از ویژگی های شعرش که تونست در واقع مخاطب رو جذب کنه سمت خودش این بود که گفت مخاطب من به چه زبانی حرف میزنه، اون چیزی که در واقع مهیار داره میگه توجهش به زبان، در واقع همون زبان به شکلیه که مردم دارن با اون سخن میگوین، زبان کوچه و بازار، و مخاطب من به چه شکلی صحبت میکنه و من شعر رو در آنجا پیدا میکنم. یعنی شعرش رو یک شعر خلق ساختنی و زبان شعرش رو یک زبان ساختنی ندید، بلکه یک زبان استخراجی و اکتشاف شونده از همان زبانی که مردم کوچه، و خودش بارها در شعراش اینو گفت که مردم شعر را میفهمند برای اینکه مردم عین شعرند و گفتگویی که فقط این شعری که در زبان مردم رایجه باید بیرون بیاد و دوباره بهشون داده بشه و اونها خودشان را میپذیرند. این یکی از ایده های مهم سید علی صالحی بود که روبروی خودش این رو بارها روبروی یک ایده قرار میداد که پیش از اون، یعنی این ایده در مقابل اون ایده قرار گرفت که حرف از یک زبان شعر میزد. سید علی صالحی میگه زبان شعر، زبان من زبان شعر ندارم، من شعر زبان دارم، یعنی میرم در زبان شعر رو بیرون میارم. این ایده زیر مجموعه یک ایده کلی است، نه در مورد سید علی صالحی، بالکل در مورد متن و زبان، که توجه داره به گونه های مختلف زبان. به اصطلاح مثلا علما بهش میگن دیسکورس های زبانی. خب یعنی دیسکورس رو، کلمه دیسکورس رو ترجمه کردن تو فارسی بهش گفتمان گفتن، گفتگو گفتن، کلمات مختلفی براش استفاده، سخن گفتن، بابک احمدی ترجمهش کرده سخن. خب یعنی ما یک دیسکورس ادبی داریم. دیسکورس مثال سادهش این میشه که کلمه صابون در دیسکورس یا سخن خیاط ها یک معنی داره، همون کلمه در سخن مثلا آشپزخونه یا دستشویی شما یه معنی دیگه داره. هر دو صابونن ولی یک صابون نیستند. البته من خیلی سطحی کردم الان حرفا رو. این سید علی صالحی ما رو توجه داد به دیسکورس یا سخن کوچه و بازار، مردمی که دارن سخن میگویند. یه چیز کوچیکی که من فقط بعد اینجا بگم که دو تا چیز که بعد پاس بدید، آره، که یه نکتهش اینه که میشه اینو خیلی کلی تر دید، یعنی دیسکورس های مختلف زبانی میتونن قرار بگیرن کنار هم، نه فقط زبان کوچه و بازار، که این مقفول میمونه در شعر سید علی صالحی. و نکته دوم اینه که یک چیز حیرت انگیزی که ما در شعر فارسی داریم یک کمی کم حافظه بودن اهالی شعر ماست. حالا من نمیگم کم مطالعه بودن، اینکه چیزهایی رو که پیش از این وجود داشته، نه خیلی پیش، بلکه در مثلا 20-30 سال قبل حتی اگه وجود داشته، به سادگی در حوزه شعر فراموش میشه و شما میتونید برید مثلا یه حرفی رو که 20 سال پیش زدن دوباره بیاری و اینو به عنوان نوآوری بگی من یه چیز نوعی آوردم.
خب این یک کمی البته سید علی صالحی شامل این نیست. من اینو گفتم برای اینکه بعدها شاید در بحث‌های دیگری به امثال اینها استفاده کنیم. نکته مهم دیگری که سید علی صالحی وقتی این کار رو انجام میده، یعنی میره سراغ شعر زبان و میگه مردم شعرند، مردم شعر رو میفهمند و ما اون رو بیرون میاریم، نکته مهم دیگری که بهش تکیه میکنه سادگی بیان، سادگی امر شعر. آن چیزی که شعر است الزاماً چیز پیچیده‌ای نیست، یک چیز خیلی ساده است. و یکی از ویژگی‌های بزرگش توجه کردن به همین چیزاست، چه تو زبان که همین سلام حال همه ما خوب است، ملالی نیست جز گم شدن، خب که همین چقدر ساده است، چه به مفاهیمی که اون تو وجود داره. میگه مفاهیم زیبا، مفاهیمی که وجود داره الزاماً یک چیز پیچیده نیست، بلکه یک چیز بسیار ساده است که اتفاقاً در نزد مردمه و ما باید بریم اون رو پیدا کنیم. این اون چیزیه که سادگیه که سید علی صالحی بهش اشاره میکنه. آره، واقعیتش اینه که همیشه در ادبیات و اصلا نه فقط در حیطه، در ادبیات هر صنفی، در ادبیات هر گونه تفکری، دو تا رویکرد همیشه مقابل هم دیگه بوده دیگه. یکی رویکرد فرم بوده و یکی رویکرد محتوا، و اینکه واقعا ما چه محتوایی رو میخوایم با چه فرمی ارائه کنیم. فکر میکنم سید علی صالحی هم همون محتوایی رو که از زندگی، از کنش و واکنش عامه میخواد جستجو بکنه، در فرم زبانی خودشون داره میبینه، و این شاید در نتیجه همه این داستانا داره دنبال یه موضوعی میگرده. میگه که آقا یا در این رویکرد فرم به محتوا باید، فرم باید از محتوا تبعیت کنه، یا محتوا از فرم تبعیت کنه. بعد یه جا میاد، یعنی در نهایت میاد میگه که آقا اصلا کل اینا نه، ما قرار از ترکیب بندی تمام اینا بتونیم یه رویکرد لذت جویانه ای به ادبیات داشته باشیم. بعد وقتی این شعر رو میخونیم لذت هم ببریم. الزامه اینکه همش بیان درگیر یه سری فرم و یه سری قالب بشیم، چون یکی از داستانایی که وجود داره، حالا در تایید حرف تو، وقتی صحبت از عنصر خلاقه میشه، همه فکر میکنن که، حتی عموما فکر میکنن که هر گونه اقتباس و برداشت و الهام گرفتنی نقض خلاقه شونه. من حالا حسب کنجکاویایی که داشتم با گونه‌های مختلفی از ادبیات ارتباط داشتم، ادبیات نمایشی، خیلی چیزای مختلف. بچه‌ای که مثلا میان کار خلاقه آرت انجام میدن و هنر انجام میدن، عموما احساس میکنن که اگه برن نمایشگاه کار دیگران رو ببینن، اگه برن مثلا شعر یکی دیگر رو بخونن، اگه فیلمنامه یکی دیگر رو بخونن، این کار رو کارشون تأثیر میذاره. در حالی که اولا اصلا اینطوری نیست به نظر، حالا بچه که نظر در شخصی خیلی دیگر. خیلی حرف چجوری بگم، آماتوریه. یعنی آره. در واقع شاهکارهای هنری که حتی میتونیم بگیم آوانگاردن، یعنی حتی بیشتر از یه پله جلوترن، حتی اونها میزان نوآوری، یعنی درصد اگه بگیریم چقدر نوآوری کردن، اون درصد نوآوریشون تو خود اثر یه چیزی حدود مثلا شاید 20% باشه. یعنی 80% اون اثر تکیه داره بر کلیشه ها و الگوها و چیزهای قبلی، چیزی بلد. که این خیلی برداشت سطحی از نوآوری است. و البته حرف تو درسته، این برداشت سطحی در متاسفانه خیلی رواج داره الان. و اصلا فکر میکنم خیلی شامل صالحی نمیشه الان این حرف. نه شامل صالحی دلمون از جای دیگه بره. نه واقعا شامل حالش نمیشه، به خاطر اینکه اصلا اومد همه این رو به هم زد و گفتش که آه اصلا این خیلی اهمیتی نداره. واقعا موضوع اینه که این گونه، این زبان شعری که انتخاب کرد، این کارهایی که در عرصه ادبیات شعر انجام داد، بیشتر به طرف این بود که اصلا اگر شما مکلفین به اینکه کاری بکنین، تکلیف نداشته باشین. یعنی این نزدیکی که بین ادبیات و مردم، به همین دلیل صالحی خیلی شاعر تاثیرگذار است، خصوصا بر یک قشری از شاعران در عصر خودش و بر ترانه سرایان خصوصا. بعد از اون وقتی اون کمی میدونم، من فقط اینو بگم که صالحی رمان‌های خیلی خوبی داره که زیر این جریان شعر و اینها خیلیاشون نادیده گرفته شدن، حتی از طرف خودش. یعنی حتی خودش شاید بیشتر به اون رمان‌ها اگه اهمیت میداد، یک دو رمان خیلی خوب ازش من خوندم. متاسفانه زمانمون تموم شده و اینکه کلا پیشنهادمون اینه که درسته که خیلی تخصصی حالا یه گوشه کنارایی از بحث‌های دیگر رو امروز ما توی برنامه‌مون داشتیم، پیشنهاد میکنیم که واقعا خونده بشه. و اینکه با اینکه مهیار
مهیار یک، مهیار یار همیشگی که کنار اون هستش، با زندگی نامه این که من علاقه دارم که زندگی نامه همه نویسنده ها رو بخونم. من پیشنهاد میکنم که هم زندگی نامه‌اش رو بخونید. سالای خیلی سخت و اتفاقات خیلی خاصی توی زندگیش داشته که هر کدوم از آره نه هستش توی تیکه تیکه، یا خودش گفته یا یه خلاصه ای از زندگیش هست. یه چیزی، یه مجله ای در می اومد، الان چون اینو گفتی، یه مجله ای در می اومد یه وقتی، فکر کنم آیه سمن در سمدیان، سیف الله سمدیان در می آورد، الان یادم نیست، به نام مجله تصویر. تو یه تصویر، نه تصویر، تصویر. خب الان اسم مجله هم شاید یادم نباشه، مال همون دهه 70 ایناست. یک بار یک مقاله اونجا نوشته بود، خیلی نثر خوبی داره سید علی صالحی، خب، و یه ذکر کرده بود از زندگی خودش در مسجد سلیمان در دوره کودکیش، دقیقا بیماری برادرش، بیماری خودش و خیلی اتفاقات دیگه‌ای رو که توی زندگیش داشته. بخاطر همین میگم وقتی که زندگی نامه رو میخونی، اشعارش هم میخونی، انقدر باش بیشتر ارتباط برقرار میکنی، عزیزتر از همیشه برات میشه. اصلا خیلی آدم عزیزیه سید علی، خیلی زلاله. پس همین باعث میشه که ما یه برنامه دیگه هم در مورد این بزرگوار داشته باشیم تا صحبت هامون ناتمون نمونده باشه. تشکر دارم ازتون. خیلی ممنون از شما. خسته نباشید. انسان‌ها باهوشن؟ آیا خطرناکن؟ آیا خوردنی‌اند؟ آیا قابل هضمند؟ آیا می‌شود اهلشون کرد؟ آیا می‌شود به آنها در سطح برابر وارد مذاکره شد؟ اینها نمونه سوالاییه که فرازمینی‌ها می‌تونن درباره ما از خودشون بپرسن. با این اثر که در یک چارچوب فلسفی خاص به رشته تحریر در اومده، برنارد وربر جلوه نوینی از هنرش رو عرضه کرده. او یک بار دیگر پیشنهاد می‌کند که کمی عقب برویم تا پرسپکتیو متفاوتی برای درک دگرگونه‌ای از انسان‌ها پیش روی ما قرار بگیره. دوستان ما انسان‌ها، نویسنده برنارد وربر، مترجم پریچهره ریاحی، نشر قطره. یک نکته درباره انتخاب کتاب، توجه به مثلث حوزه جغرافیایی، دوره تاریخی و سبک نوشتاریه. اگه دقت کرده باشید، خیلی از کتاب فروشی ها قفسه های کتاب هاشون رو بر اساس کشورها تقسیم بندی کردن. مثلا ادبیات آلمان، ادبیات آمریکای لاتین یا فرانسه. دلیلش اینه که یکی از راههایی که به انتخاب کتاب کمک میکنه، تقسیم بندی اونها بر اساس حوزه جغرافیاییه. برای مثال شما کتابی از هرتا مولر میخونید و اونو دوست دارید. حالا کافیه بدونید که نویسندش آلمانیه تا احساس کنید شاید بقیه کتابهای نویسنده های آلمانی هم مورد پسندتون واقع میشن. برگی دیگر از درگذر کتاب ورق خورد و این یعنی صفحه بعد.